رویایی انسان‌ها، آدم‌ها. و کانسپتشون این هست که ما اینجا با یک سری انسان طرف هستیم در سازمانمون و این انسان‌ها قرار هست که نقش‌های انسانی رو هم داشته باشن حتی خارج از سازمان. یعنی ساعت 4 بعد از ظهر که از شرکت میره بیرون، به هر حال نقش‌های دیگه هم داره، همسر هست، نمیدونم پدر و مادر، شهروند، همسایه است. و نقش سازمان این هست که کاری بکنه که این انسان وقتی رفت بیرون هم بتونه نقش‌های دیگرش رو هم خوب بازی کنه، نه اینکه انقدر له و لورده بشه در سازمان که دیگه هیچ نایی برای ایفای نقش‌های دیگه نداشته باشه. از این در واقع مقدمه میخوام شروع بکنم که واقعا منابع انسانی چه کار باید بکنه و حالا اگر که سرمایه های انسانی هم ببینیمش، اصلا نقش منابع انسانی اینجا چگونه است. و میخوام از آقای دکتر زارعه شروع بکنم که دو تا رویکرد وجود داره اینجا، از این طرف افراد و انسانهایی که در سازمان ها دارن کار میکنن، از اون طرف صاحبان کسب و کار و مدیرانی که به هر حال دغدغه بیزینس هم دارن. رویکردهای مختلفی از بعضی ها میگن که حتما همیشه باید فقط و فقط به انسانها و منابع انسانیمون توجه بکنیم، از اون طرف صاحبان کسب و کار میگن خب اگه اینجوری باشه که بیزینس اصلا راه نمیفته، من باید یه جاهایی چارچوب بذارم، یه جاهایی باید که حواسم به بیزینس باشه. مرز این کجاست آقای دکتر؟ کدومش مهمتره؟ 38 سال عاشق منابع انسانی، 38 سال کار منابع انسانی، همین منو به سمت بیزینس سایکولوژی کشید تو دانشگاه کمبریج. فکر میکردم سایکولوژی خیلی میتونه جواب نیازهای در واقع سازمانها رو بده، تا در واقع با آکسفوردیا آشنا شدم. اونجا متوجه شدم که یه بحث دیگه وجود داره، بیزینس نوروساینس. برای اینکه با بیزینس نوروساینس آشنا بشیم، یه تصویری من دوستان گفتم بندازن، در واقع این تصویر رو دوستان بد نیست ببینن. اوکی اوکی. خب واقعا نقش سرمایه انسانی، نه یا اصلا نگیم سرمایه انسانی، چون انسان سرمایه هم نیست، منابع هم نیست، انسان انسانه. انسان انسانه. اگه به انسان به عنوان یک انسان نگاه کنم، قضیه خیلی فرق میکنه. انسان ها منشأ اصلی بهره‌وری سازمان هستن، منشأ اصلی توانمندسازی هستن. من یه نمونه خدمت شما بگم. سال 1985 بود، دانشگاه MIT یه سوپر کامپیوتر خیلی ویژه‌ای ساخت، دانشمند MIT. اینو داشتن برای یه دانشگاه در یه کشور دیگه می ساختند. اونا پول داشتن، پول خوبی هم داشتن، خریدن اینو. رئیس دانشگاه MIT برگشت گفت من آرزوم یه روز برسه که در واقع دانشگاه MIT هم اینقدر پول داشته باشه بتونه یکی از این سوپر کامپیوترها رو ما تو خود دانشگاه MIT هم داشته باشیم. سوال من اینه که تفاوت دانشگاه MIT با اون یکی دانشگاهی که در واقع در یکی از کشورهای جهان سوم چیه؟ خیلی خوب میتونه این قضیه و این تفاوت رو نشون بده. دوستان ببینید، موقعی که با مدیران صحبت میکنم توی 38 سالی که کار میکنم باشون، تقریبا همه مدیران عامل، مدیرای ارشد، شکی ندارن که آدم ها، انسان ها عامل اصلی بهره‌وری شدن. ولی یه مشکلی وجود داره. اینو تو کتاب ها خوندن، اینو تو کتاب ها خوندیم، ولی تو دنیای عمل و تو دنیای واقع بهش باور نداریم. موقعی که باور نداریم، عزیزان من، ما در واقع یه سری نیرون هایی دقیقا اینجای مغز من و شماست، هممون داریم، بهش میگیم میرور نیرونز یا نیرون های آینه. این قشنگ سیگنال منتقل میکنه به کارکنان من، به نیروی انسانی، به انسان‌هایی که تو زیر مجموعه من کار میکنن. میگم ببین پرویز داره دروغ میگه. آره، یعنی این به صورت کوانتومی کار میکنه. همین الان همتون گوشی دارید، همتونم میتونید به اینترنت گوشیتون وصل بشید، خوشبختانه. یه میرون نیرون در واقع تو گوگل بزنید تا اون تصویری که میگم، خب ملاحظه بفرمایید. اگر من تو دنیای واقعی و باور
واقعی به در واقع آدم هم نداشته باشم. میگن من خب با شرکت‌های اونور آبی هم کار کردم، با شرکت‌های اینور آبی هم، با شرکت‌های اونور آبی هم کار کردم. خب بعد موقعی که میگه ما که همه این کارا رو داریم میکنیم، چرا اون بهره‌وری و اون ارزش افزوده‌ای که در واقع تو اون کمپانی اونوری داره به دست میاد ما نمیتونیم به دست بیاریم؟ یکی از دوستان میگفت در واقع نسل جدید تنبلن. دوستان مطالعه‌ای که در واقع انجام شده، تو هاروارد هم انجام شده، ثابت کرده که اتفاقا این نسل جدید اصلا تنبل نیست. این نسل جدید فقط باهوشه، خیلی باهوشه و دنبال معنا میگرده. من اگر نتونم بهش معنا بدم به قول پروفسور ویکتور فرانکل، برای من کار نمی کنه، برای من زحمت نمی کشه. به قول یکی از مدیر عامل برگشت به من گفت گذاری از دست اسنپ خدا نمیدونم اسنپ رو چکار کنه. البته کارش نکنه خدا. گفتم برای چی؟ گفت نیروی منو میپرونه، در واقع میره یه پراید میخره بیشتر از اون پولی که من بهش میدم از اسنپ در میاره. گفتم برای اینکه تو نمیتونی بهش معنا بدی. اونها نیروهای نخبه دنبال معنا میگردن. دنبال معنا میگردن. نمیتونم معنا رو بهشون بدم. موقعی که نمیتونم معنا رو بهشون بدم، جواب مشخصه دوستان، عزیزان من. سرمایه اتفاقا مدیریت کردن آدم ها ساده ترین کار دنیاست. این کمکشون کنم که معنا رو پیدا کنند؟ آره. یا معنا بدیم بهشون؟ یعنی نه، معنا رو نمیشه داد به کسی. چه تو سایکولوژی، چه نوروساینس، این دو تا بخشیه که من الان دارم تقریباً از سال 2001 دارم روش کار میکنم دیگه. معنا رو شما نمیتونی به کسی بدی، ولی معنا رو میتونی در واقع کمکش کنی به معنای خودش پی ببره. خدا رحمت کنه آقای اسپنسر جانسون رو همه تو میشناسیدش دیگه، چه کسی پنیرم رو جا جا کرد. آره، معنا رو نمیتونی به کسی بدی، ولی میتونی کمکش کنی. همون چیزی که بهش میگیم کوچینگ. همون چیزی که بهش میگیم کوچینگ. تو کوچینگ ما نمیخوایم به کسی معنا بدیم، کمکش کنیم معنای خودش رو پیدا کنه. پس در اینجا در واقع یک نکته ای که پیدا میشه این هست که انگار مدیرانی که با این انسان ها دارن کار میکنن باید یک شایستگی ها، یک مهارت هایی داشته باشن که بلد باشن که فضایی ایجاد بکنن که این افراد بتونن معنا رو پیدا بکنن. سافت اسکیل ها، مهارت های نرم. البته یه نکته رو خدمتتون، یه مطالعه انجام شد، 5 تا دانشگاه توش دخالت داشت. وارد دیتیل این که کدوم دانشگاه نمیشم. رسیدم به این که این دانشگاه‌های مدیریت، دانشگاه‌های مدیریت مثل UCLA، مثل وارتون که جزو بهترین دانشگاه‌های مدیریت دنیا هستن، اینها حسابدار پرورش میدن، مدیر حسابداری پرورش نمیدن. کارشناس بازرگانی پرورش میدن، مدیر بازرگانی پرورش نمیدن. رسیدیم به چی؟ رسیدیم، ساده بگم خدمت شما، منیجینگ مایسلف. من رفتم تو دانشکده مدیریت نشستم، بهم چیزایی یاد میدن که بعضا در واقع شارسکوف تدریس کرده. میدونید که سازمان امور اداری و سازمان برنامه و بودجه رو آقای برام شارتسکوف تو ایران تأسیس کرد دیگه. هنوزم چسبیدیم. ببینید، برمیگردم میگم این نیرو نخبه است. این نیرو مینیمم 100 میلیون تومان ارزش داره، حقوق بهش بدی. میگه تو جدول حقوق دستمزد من نمیگنجه. تو جدول حقوق دستمزد من زاره 15 میلیون تومان بیشتر نمیتونم بهش بدم. ببخشید، خیلی لطف میخوام، بعض وقتا عصبانی میشم، عذرخواهی میکنم. خاک تو سرت. در واقع هنوز درک اینو نداری، فکر میکنی در واقع این نخبه، این نخبه در واقع یه چیز شبیه بقیه پیچ و مراد. خاک تو سر اون جدوله در واقع، نه؟ خاک تو سر اون جدوله. در واقع درک اینو نداری که در واقع باید بیای بیرون از این دوران، از این فاز.
از دوران شارسکوفی. شارسکوف مرد، هم پدرش، هم پدر مرد، هم پسر. خب دوتاشون آخه دوتاشون دو چیز بودن. خب بعد کار نداری بالا، دوتاشون مردن، هم پدر مرد هم پسر مرد. ولی من هنوز چسبیدم به این که تو شهر وظایف چی باید انجام بشه و چقدر حقوق دستمزد. نمیدونم تو سیستم طبقه بندی مشاغلی که مال سال 1924 واقعا بعد میگن چرا توسعه تو صنایع ما به وجود نمیاد. بسیار اتفاقا اگه به وجود بیاد باید خیلی تعجب کنیم. ببخشید. مرسی آقای دکتر. پس در واقع الان اگر با این صحبتی که آقای دکتر زارعی گفتن بریم به سراغ آقای دکتر محمدزاده و با این نگاه که حالا راجع به مهارت ها صحبت شد، مهارت های نرم، و من خواهم باز همون 1924 شما رو بگیرم. حدود 100 سال پیش آقای فورد وقتی که کارخونه فورد رو در واقع تأسیس میکرد، داشت تولید میکرد اون ماشین های تی مشکی رو، چیزی که میگفت، میگفت من یه سری افرادی رو میخوام که فقط دست هاشون کار بکنه، یعنی بتونن پیچ و مهره رو ببندن، اینجا رو نمیخوام چون این کار اصلا نیازی نیست، نیازی به فکر کردن نداره، فقط باید بتونه پیچ و مهره رو صفر کنه. اما بله دقیقاً. و اما حالا امروز میخوایم اینجوری نگاهش کنیم، نقش اون انسان در واقع چه چیزی باید داشته باشه؟ این دانش ها، وقتی که صحبت از دانش میکنیم، نیروی دانش محور، این دانش چیست؟ آیا صرفاً مهارت های تخصصی و سخت هست که مثلا بلده که برنامه کامپیوتر بنویسه، بلده که نمیدونم حسابداری، دفتر حسابداری بنویسه، بلده که به عنوان یک مهندس مثلا طراحی کنه، یا نه چیزهای دیگه هم این وسط وجود داره غیر از اون مهارت‌های سخت که لازمه نگاهش کنیم؟ من میخوام نگاه دانشی شما رو بشنویم که راجع به انسان‌ها و حالا اگر سازمان‌ها بخوان در واقع راجع به انسان‌ها نگاه بکنن، این نگاه دانشی چگونه است؟ شکل مهارت‌ها از نظر شما چگونه باید باشه؟ با سلام. در پاسخ به سوال شما، من دوست دارم ادامه بدم صحبت‌های دکتر رو. فرمودن معنا رو به پرسنل بدیم. گفتن معنا رو هم نمیشه یاد داد. یکی از مسائلی که ما با نیروی انسانی داریم این که نیروی انسانی در دالق یک چارچوبی که معمولاً شرکت‌ها براشون بنا می‌کنن، تو اون چارچوب حرکت میکنن و شاید فرصت این که یه خورده اون خارج باکس رو ببینن، خارج جعبه رو ببینن، پیدا نمیکنن. ما نمیتونیم معنا رو بهش یاد بدیم. تنها رایی که میتونیم بهش بگیم اینه که معنا رو خودش درک کنه و پیدا کنه. چجوری این کارو بکنیم؟ سوال اینجا میشه. چجوری این کارو بکنیم؟ بقیده من نیروی پرسنلیمونو، نیروی آموزش، نیروهای شرکت رو یادمون باشه که پرسونل مرکز شرکته، نقطه ثقل شرکته. ما بیزنسمونو، فعالیتمونو، پروژه هامونو و کارهامونو دوروبر پرسونلمون شکل میدیم. ما کارهایی رو میگیریم، تواناییشو داریم انجام بدیم و ازش درآمد داشته باشیم و فعالیت داشته باشیم که نیروی لازمه برای انجام اون کار رو داشته باشیم. پس بنابراین نیروی پرسونل مرکز سنتره، همه چی دخول و هاش این نیرو میچرخه. اما به نیروی انسانیمون برای اینکه اون معنا رو یاد بگیره، باید یه سری کانسپت های رو یاد بگیره و این کانسپت ها رو از من مدیرم شاید گوش نکنه، حالا جاهای دیگه باید گوش کنه. به طور مثال یک پرسنل باید بدونه که آینده به کدوم سمت میره، یعنی باید بدونه 5 سال دیگه چی میشه. مثال براتون بزنم، شاید در مثلا 40 سال پیش یه نفر یه سوادی داشت، یعنی یه نفر پدر من استخدام شد یه جایی به خاطر اینکه بلد بود، خطش خوب بود، رفت داری ثبت احوال ثبت استخدامش کردن، با همون سوادم بازنشست شد. این دوره تحول هی داره کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. پرسنل این رو باید متوجه بشه. من پرسنلی تو شرکتم دارم به طور مثال برنامه نویسه. این میتونه یه کار مشخص رو در طول یه روز انجام بده. دانش میاد، تکنولوژی میاد، پیشرفت میاد، این آدم میتونه همون کار رو ظرف 1 ساعت انجام بده. حالا باید نیروی انسانی به این درک برسه کاری که تا دیروز روال کار شرکت بود در طی زمان تبدیل شد به کار گل. یعنی من اون نیروی انسانی رو که داشتم رو، اون آقای ایکس رو که حالا میتونه کار رو تو 1 ساعت انجام بده، بهش نمیگم برو تو خونت بشین، که یک کار دیگه با لول بالاتر اینو میذارمش تو کلاس بالاتر، میگم برو این کار انجام بده.
به نحوی این آدم باید متوجه بشه که کاری که تا دیروز روال بود و کار تکنیکی به حساب می آمد، حالا شد کار گل، حالا کاری شد که ماشین داره بخشش رو انجام میده. بنابراین نیروهای پرسنل، یعنی میخوام بگم در آینده همین جوری که حرکت بکنیم، یه حرکت شروع شده، از انقلاب صنعتی شروع شده و تا حالا هم ادامه داره و بعد از این هم ادامه داره. جامعه کسانی که میتوانن کارهای های تک انجام بدن به مرور داره بزرگتر و بزرگتر میشه و جامعه نیروهایی که کارهای یدی انجام میدن به مرور داره کوچیکتر و کوچیکتر میشه. یعنی دانش بنیان و تکنولوژی کاری که میکنه همینه. یک عامل اصلی دیگری که باید در تیه باید داشته باشیم این وسط و اون حرص و طمع و آز انسانه، بشره. بشر به هیچی قانع نمیشه و این نقطه رشدشه، نقطه تقویتشه. بشر اگر اون هرم بزمول رو در نظر بگیریم، اینجوری نیستش که اگر به نیازهای حد اقلیش برسه بگه بسه بره خونه. نه، این کار نمیکنه. اصلا در طول تاریخ هم نکرده. یعنی هرچی اون لایه های پایین رو داشته باشه، وقتی فرصت خالی میشه، وقتی آزاد میشه، میاد بالاتر، تقاضای بیشتر میکنه. برای همینی که طی زمان میرسیم به آیپد و چیزای دیگه که نیازهای اساسی آدمی نیست، ولی بشر متوقف نمیشه در جا. این طمع بیشتر خواستن و پیشرفت، این نقطه پیشرفت انسانی. انسان با همین حرص و طمع آز تونسته ابزار به وجود بیاره، فکر کرده که من چیکار کنم که کارم رو سریعتر انجام بدم، و با همین تونسته ربات به وجود بیاره که منظورم از ربات همه طیف محصولات از یه آچار کوچیکه تا هواپیمایی که میسازه. با این طمع تونسته این ابزار رو وجود بیاره. حالا نیروی انسانیمون رو برای اینکه یادش بدیم، چون ما نمیتونیم معنا رو یاد بدیم، باید این فضا رو یاد بگیره، بدونه تو چه فضایی داره حرکت میکنه، باید بدونه 5 سال دیگه کجا میرسه، جامعه کجا میشه، این دانش بنیان و تکنولوژی چی کار داره میکنه با نیروی انسانی و جایگاه. اگه این رو متوجه بشه، اون وقت ما راحت تر میتونیم مهارت های سخت و مهارت های نرم رو بهش آموزش بدیم. خیلی سخته که ما به یک نیروی انسانی بخوایم مهارت نرم رو آموزش بدیم یا حتی مهارت های سخت رو، ولی اگه نیروی انسانی خودش به این نقطه برسه و خودش این انگیزه رو پیدا کنه و بدونه که جایگاهش در آینده کجا قرار میگیره، بدونه که چیزی که الان میدونه 10 سال دیگه کار گله. یعنی یادمون باشه 10 سال دیگه این کار انقدر پیش بافته است که اون نمیدونه، اون وقت این شاید بهش انگیزه بده و جایگاه خودش رو در این سیستم بتونه رشدش بده. مرسی، ممنون. برای کمک به آدم ها به نظر میرسه اون چیزی که خیلی لازمه، من مدیر باید احساس نیاز رو توش وجود بیارم. یکی از مهارت های بسیار مهم برای یک مدیر ایجاد حس نیاز در انسان هست. چون این فرصه میگیم هیومن دیگه، میگیم انسان، نمیگیم در واقع زیر دست. چون میدونید واژه سابوردینیت یا زیر دست واژه دوران فئودالی اسمه دیگه، در واقع الان دیگه زیر دست نباید استفاده بشه. تو قدم 21 دیگه زیر دست نداریم، که انسان داریم، آدم ها انسان هستن. این حس نیاز رو توشون در واقع بیدار کنیم. این حس نیاز که بیدار بشه، 3 تا دوست داشتنی رو بیدار میکنه. من اسمشو گذاشتم 3 تا دوست داشتنی. اینا 3 تا نوروترانسمیتر هستن، اکسیتوسین، دوپامین و سروتونین. اگر هر کسی این 3 تا در واقع بیدار بشه، به طور مناسب بیدار بشه، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، این 3 تا بیدار بشه، الان میدونیم که نخبگان، تعریفمون از نخبه عوض شده، تالنت ها. نخبه کسی که این 3 تا بالانس و بسیار خوب کار میکنه. 3 تا نوروترانسمیتر، 3 تا در واقع بایوکیمیکال هستن که همین الان تو مغز من و شما جریان دارن. چون نباشن که ما زنده نمیمونیم. ولی اون بالانسش چیه؟ اون سطح بالانسش رو در واقع بیدار کنم. اگه بیدارش کردم، خب اون خلاقیت وجود میاد، اون نوآوری وجود میاد، اون ابتکار عمل وجود میاد.
مرسی آقای دکتر زاهد، ممنون آقای دکتر محمدزاده. آقای دکتر محمدزاده یه نکته‌ای رو اشاره کردن، من یاد کتاب 21 درس برای قرن 21 آقای حراری افتادم. اونجا نکته جالبی میگه، میگه که در آینده نچندان دور در واقع خیلی از کارهایی که انسان‌ها در سازمان‌ها انجام می‌دادن رو ماشین‌ها انجام خواهند داد. پس انسانی می‌تونه اون بقا رو داشته باشه که بتونه کارهایی بکنه که ماشین‌ها نمی‌تونن انجامش بدن. و اینجاست که انگار اون مهارت‌های نرم پیش میاد. من چه کاری می‌تونم بکنم که دیگه ماشین از عهده‌اش خارجه؟ و این نکته به نظرم مهمه که این سمت ماجرا رو انگار ما به عنوان انسان‌هایی که در سازمان هستیم ببینیم، از اون طرف به عنوان مدیر، به عنوان صاحب کسب و کار، صاحب استارتاپ، من برای جذب و نگهداری چنین انسان‌هایی در واقع چه باید بکنم؟ حالا هم شما هم بعدش آقای دکتر کاراگاه هم من فقط یه نکته اضافه کنم که آینده‌ای که ایشون تو کتاب میگه خود آینده تاریکیه. یعنی بله. که آینده ای که انسان ها تقسیم میشن به یک سری سرمایه‌دار اصلی، یک مشت انسان هایی که میتوانن ربات ها رو را ببرن، مقدار کمی آدم هایی که کار یدی میکنن و بخش زیادی از جامعه که با یاران زندگی میکنن. البته من با اون تئوری کاملا مخالفم و ثابت میکنم که این اتفاق نمیفته، یعنی ما به اونجا نمیرسیم، چون اگه خاطرمون باشه این اتفاق غیر ممکنه که بیفته. چرا؟ چون بشر، اون که گفتم، همیشه بیشتر میخواد. پس بنابراین بیشتر خواستن بشر، این خواسته بشره، باعث میشه که بیزنس، مثلا من شرکت نرم افزاری هستم، بیزنس خواستش از من بره بالا، صنعت خواستش از من بره بالا، من خواستم میره بالا، دانشجویی که من میخوام میره، توقعم میره بالاتر، دانشجویی که از دانشگاه خارج میشه و توقعی منو بپوشونه، اونم با من میاد بالا، پس همه با هم میریم بالا. یه جمله فقط بگم چون وقتم احتمالاً کم میاد برای دوستان. اگر قرار بود که این تصویری که تو اون تصویر کشیده شده به وقوع بپیونده، دلیلی که میگم به وقوع نمیپیونده این که این حرکت از سال 1800، اوایل سال 1800 با انقلاب صنعتی تو انگلستان آغاز شده. اگر قرار بود که این اتفاق بیفته، الان اتفاق افتاده بود بعد از 200 سال، در حالی که اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون همیشه گفتم اون نیاز و طمع و آز بشری که نمیذاره این اتفاق بیفته. متشکرم. مرسی. یه نکته دیگه هم شما اشاره کردین که حالا انسان‌ها بدونن که یه چشم‌انداز 5 ساله داشته باشن و بدونن که 5 سال دیگه کجا هستن. سوالی که من اینجا مطرح در واقع تو ذهنم میاد اینه که اصلا واقعا آیا میدونیم یا نمیدونیم؟ حتی صاحب کسب و کار هم تو این فضای پر ابهام تاریک آیا میدونه 5 سال دیگه که نه یک ماه دیگه چه اتفاقی میفته؟ اصلا قرار نیست جزئیات چه بدونیم. قراره بدونیم که اون کاری که الان می‌کنیم 5 سال دیگه کار گله. بدونیم که این پیشرفته وجود میاد، بدونیم که سایکلی که عمر کارها داره اگه در قدیم 30 سال بود حالا شده 5 سال، بدونیم که این سیکل داره تکرار میشه. فقط کافیه کلیات رو بدونیم، بدونیم که ربات ها دارن میان و جایگزین آدم ها میشن، بدونیم کاری که الان مثلا توی سیستم مثلا ما نرم افزار مالی داریم الان همه جا انجام میده، کار حسابدار میکنه، سند میزنه، اطلاع ذخیره میکنه، بدونیم 5 سال دیگه آنالیز این اطلاعات توسط AI انجام میشه، پس من کجا قرار میگیرم؟ این سوال برامون باید مطرح بشه. وقتی این سوال مطرح بشه یه خورده دور رو نگاه کنیم، اون وقت این انگیزه رو پیدا میکنیم که یادتون باشه هدف اینه، مهارت های سخت و مهارت های نرم رو بریم دنبالش رو یاد بگیریم، اون معنا رو به دست بیاریم، هدف فقط اینه. خیلی متشکرم. من عذرخواهی می‌کنم. ببینید آره ببین که چون اشاره کردی به آینده، دوستان دانشگاه MIT مطالعه رو انجام داد، چون سورس نوروساینس دنیا خب MIT دانشگاه فنی مهندسی سورس نوروساینس دنیا سلام. ما متوجه یه نکته خیلی مهم شدیم. Your brain as a forecasting machine. مغز من و شما forecasting machine. یعنی چی؟ یعنی باید بتونه آینده رو ببینه. اگر من سیستم career development, career planning و آینده شغلی رو برای پرسنلم تدوین نکنم، مشخص نکنم، مغز فلج میشه. انسان ها اگر نتونن آینده شون رو پیش بینی کنن، مغز فلج میشه دوستان. این یه ریالیتی ها، یه چیزی نیست که در واقع انتخاب من و شما باشه. پس یه جورایی فلج میشیم دیگه. بله، چون که نمیدونیم. ما متوجه شدیم
اکثر کسایی که دچار افسردگی های کرونیک میشن، یعنی خیلی مزمن و شدید میشن، کسانی هستن که قادر به پیش بینی آیندهشون به طور مناسب نبودن. در واقع اون سروتونین خاموش شده، سروتونین سطحش اومده پایین و در واقع موجب افسردگی های کرونیک شده. مراقب باشیم، هم برای خودمون، اول برای خودمون مراقب خودمون باشیم. کاش فرصت میشد فیلمشو بهتون نشون میدادم که چطوری مغز در واقع نسبت به موقعیتی که بهش میگیم تو در واقع آیندت معلوم نیست، تصاویری که تو مغز داریم برای افرادی که موقعی که بهشون میگیم آیندت معلوم نیست، شما فعلا کار کن ببینیم تو آینده چی میشه. خب و برای کسانی که در واقع بهشون میگیم شما آینده مشخصی داری و تو مسیر کریر مشخصی میتونی حرکت کنی، تو همون مدیریت کلاسیک میگفتن که مدیرها میتونن سازمان رو کنترل کنن، چارچوب بذارن، قانون بذارن، صبح این ساعت بیا، بعد از ظهر این ساعت برو و خیلی چارچوب ها و دستورالعمل ها. امروز یه مقداری در واقع حالا اگر بخوایم دو طرف طیف رو ببینیم، از اون کنترل سفت و سخت میتونیم اون سمت طیف رو هم ببینیم که همه چیز آزاد باشه، و یا اینکه نه در این طیف بچرخیم. شما چگونه میبینیدش به خصوص در فضای استارتاپی؟ من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. پاسخ شما رو حتما خواهم داد، ولی قبلش میخوام راجع به صحبت دو تا بزرگوارمون این رو بگم. اسکوپ پنلمون رو به نظرم مشخص بکنیم که ما راجع به امروز ایران صحبت میکنیم یا اون چه که باید باشد صحبت میکنیم، چون اون کسی میتونه دنبال معنا بره که ذهنش آزاد باشه، اون کسی میتونه دنبال نیاز و علاقش بره که درد اجاره خونه و پانسیون و ماشین و بنزین نداشته باشه. هرم مازلو رو اشاره کردن. ببینید ما امروز چقدر محیطمون بهمون اصلا اجازه میده که فکر بکنیم به مهارت نرم یا سخت. ما چقدر به عنوان مدیر یک بنگاه تکلیفمون با 2 ماه بعدمون مشخصه که پلن بدیم به آدم هامون. یعنی اگر امروز یک جوونی از دانشگاه شریف میاد، من بهش بگم ببین اگه بری این مهارت سخت رو یاد بگیری 5 سال دیگه اینجایی. من واقعا نمیدونم اون مهارت سخت 5 سال دیگه میتونه زندگی او رو تأمین بکنه. آیا مهارت‌های نرمش میتونه باعث ارتقایش بشه؟ ارتقا در کجا؟ در بخش خصوصی، در بخش دولتی، در چه طیفی؟ ما آدم هامون رو با چه شابلون هایی در فضای عمومی جامعهمون میسنجیم و رتبه بندی میکنیم؟ تو خیلی هم آدم موفقی شدی تو حوزت، اگر یه طیفی تو رو نپسندی چه اتفاقی میفته؟ فضای ابهام چقدر به ما کمک میکنه؟ ببینید ما اصلا میتونیم واقعا تو این فضا بفهمیم معنای واقعی چیه؟ نیاز واقعی چیه؟ هر چقدر هم که کوچینگ قوی پشت سرمون باشه، آدم های ما از محیطمون میان. 8 صبح اون کسی که داره وارد شرکت ما میشه داره از خانوادش و از جامعه میاد. او وقتی با ذهن خراب، مبهم، ناامید میاد، من چه کار میتونم برای او بکنم؟ هر برنامه کوچینگ، هر برنامه منتورینگ کنارش بذارم، هر پلنی به او بدم، او ذهنش پیش اقساط وامشه. ببینید این رو بیایم و راجب ایران امروز صحبت کنیم، راجب ماهای پیش و رومون و ابهام ها صحبت کنیم، ببینیم نیروی جوان که حالا میرسم به استارتاپه این تکلیفش چیه امروز. این آدم رو چه کار کنیم از دانشگاه وقتی اومده بیرون با التهاباتی که تو فضای دانشگاهش هم تجربه کرده؟ خب طبیعیه، بله، من این نسل رو چون باهوشه نمیتونم بهش بگم 8 صبح بیا. قطعا اگر من امروز اولویت مطالعه کردن، اولویت کار کردن قبل از حقوق ساعت کاری شناوره و دورکاریه. یعنی میگه آقا اصلا اگر تو میگی 8 تا 5 که خیلی کارفرمای دمودهی هستی، اصلا من نمیام پیش تو. باید بتونم منعطف باشم، هر 10 بیام 8 شب برم. بنابراین ما این پارادایمو اگه به سمتش نریم که اصلا نسل دهه 70 و 80 و 90 رو کامل از دست دادیم. و ما این کار رو کردیم، یعنی ما الان در مجموعه خودمون و استارتاپ هایی که داریم ساختار خودمون رو با اونها تنظیم کردیم. یعنی ما این یک پارک 24 ساعت بازیم. پارک منظورم نه پارک فناوری، مثل یک پارک بیرون، پارک لاله، پارک ملت. ما 24 ساعت بازیم
ما زیر ساختی رو فراهم کردیم که اون عزیز ما از ساعت 6 بعد از ظهر بیاد 3 صبح بره، سرویس هم داشته باشه، شام هم داشته باشه، آماده باشه. و اگر این کار رو نکنیم نمیمونه. باید بدونیم که توی صنایع های تکمون قطعا آدم ها تعدادشون کم شده و این آدم های کم رو حالا چجوری واقعا میشه امیدوارتر نگهشون داشت. واقعا فراوانی آدم تو یه سری حوزه ها بسیار کاهش پیدا کرده و این آدم ها هر لحظه هم در این فکر و تلاطمن که اون معنا رو برن در یک محیط دیگری پیدا بکنن. خواهش میکنم به محیط بپردازیم. امروز ارتباطات باعث شده که من میتونم اون معنا رو اگر پیدا کردم، حالا چون باهوشم به این فکر کنم که کجا میشه این معنا رو پیاده سازی کرد. دبی بهتره، نیویورک بهتره، تهران بهتره. حالا ما چه انگیزه ای میتونیم ایجاد کنیم که من تو تهران اون معنا رو پیاده سازی بکنم؟ یه خورده به اینها فکر کنیم. ولی قطعا بله، پارادایم عوض شده. این آدم ها آدم هایی هستن که ساختار خیلی نمیپذیرن، آدم هایی هستن که ساعت ورود خروج نمیپذیرن، آیین نامه انضباطی اصلا نمیپذیرن، طرف جواب باباش هم نمیده، جواب من مدیر رو چرا باید بده؟ با الگوی خودش. نه، الگوی خودش رو داره آقای دکتر. هدفم برسم، ولی آقای دکتر میخواد با لایف استایل خودش برسه. میدونید من میخوام تاکید کنم روی اینکه لایف استایل عوض شده. یعنی جایگاه بابا هم عوض شده، جایگاه مدیرم عوض شده، لایف استایل این آدم ها متفاوته، جور دیگری میخوان به هدفشون برسن. این رو اگه ما درک نکنیم ما عقب میمونیم، چون مخاطب عمدتاً نکته مهمی رو آقای دکتر اشاره کردید، این که نقش جامعه رو ببینیم، کانتکست رو ببینیم. در واقع چیزی که من متوجه میشم این هست که ما انسان تنها در جنگل نیستیم، انسان در جامعه هستیم. در نتیجه فارغ از همه اون اتفاقاتی که در حتی ممکنه در شرکت من بیفته، من انسانی هستم که تحولات و اتفاقهای جامعه هم روی من اثر خواهد گذاشت. و در باز شرایط مثلا اقتصادی امروزی که من فکر میکنم خیلی وقتها حتی اگر با همون هرم مزلو هم نگاهش بکنیم، طرف اصلا واقعا به معنا فکر نمیکنه. شاید خیلی ها هستن که در پایین ترین سطح زندگی فقط به گذران زندگی فکر میکنن و اینجاست که به نظر میرسه که اون کانتکست رو ببینیم. یعنی ما نمیتونیم به صورت مجرد و فارغ از کانتکست نگاه بکنیم ماجرا رو. یه جاهایی هم اصلا من میخوام اینجا هم در واقع نقش یه جورایی وکیل مدافع هم نیروی انسانی هم مدیران باشم، واقعا یه جاهایی اصلا خارج از اراده و کنترل این دو هست ماجرا. اتفاقاتی است که داره میفته و نمیتونی انگشت اتهامو به سمت مدیر بگیری نه به سمت نیروی انسانی، ولی هر دو یه جورایی دغدغه هایی دارن. از اون طرف مدیر من و صاحب کسب و کار میگه که پرسنل انگیزه کافی برای کار ندارن، انگیج نیستن. از اون طرف پرسنل هم میگن که مدیران به اندازه کافی هوای ما رو ندارن. و نکته اینجاست که واقعیتش این است که هیچ کدوم از اینها مقصر نیستن. مقصر در واقع ناشی از اتفاقی است که در جامعه داره میفته و ما نمیتونیم براش کاری بکنیم. انگار دکتر اگر کوتاه آقای دکتر، چون خیلی وقتم کمه، به خانم دکتر بهمنی هم برسیم. من خواهش میکنم، چون تقریبا جلسه ای نیست، من نرم از هرم مازلو صحبت نکنم. آقا برادر من، دوست من، عزیز من، آقای پروفسور آقای دکتر مازلو، خب سال 1986 بابت در واقع هرمی که دادن رسما عذرخواهی کردن. خب من اگه میدونستم همچین طرز فکری، همچین برداشتی از مدل من میکردن، من هیچ وقت این مدل رو ارائه نمیدادم، هیچ هرم رو ارائه نمیدادم. مقاله عذرخواهی ایشون در مجله در واقع HBR هاروارد بیزنس ریویو در واقع اکتبر 1986 موجوده. دوستان آقای دکتر اصلا کاری به مزلو هم نداریم. واقعیت جامعه رو باید ببینیم یا نباید ببینیم؟ واقعیت اسفناک جامعه رو باید ببینیم یا نباید ببینیم؟ من برگردم، ببینید من شکی ندارم در واقع تغذیه مهمه، نمیدونم زندگی پای مهمه، در واقع وام هایی که باید من و شما پس بدیم مهمه، ولی اگر من ذهنمو بیام متمرکز کنم روی اینکه پرسنل من، آدم های من در واقع اینها نمیتونن به مهارت نرفه کنن،
نمیتونن آدمای خلاقی بشن، نمیتونن آدمای نوآوری بشن، چون تو زندگیشون موندن. این همون چیزیه. ببین بحث اینه که واقعیت رو هم ببینیم، این که نمیتونن، نه این که واقعیت ببین. رو ببینیم که این واقعیت ببین. میتونه اثر بذاره به دلیل اینکه ببینید انسانیم، همونجور که آقای دکتر محمدزاده گفت، انسان نخستین نیازش نیاز بقاه. وقتی که همه چیز بقا به خطر افتاده، من واقعا نمیتونم به معنا فکر کنم. من قدم اولش اینه که چگونه زنده بمانم. این واقعیت جاری است و من نمیتونم این انکارش کنم. ولی ریالیتی که ما در مورد رفتار انسان داریم، چه تو روانشناسی چه تو عصب شناسی، دوست من برادر من داره چیز دیگه به ما میگه. داره چیز دیگه به ما میگه که این نیست که آدم هایی که در واقع چون تو در واقع اون زندگی روزانه خودشون گیر افتادن، پس این آدم در واقع به تعالی خودش، به سلف اکچوالیزیشن خودش فکر نمی کنه. چرا فکر می کنه مهارت های نرمو اگر من به این آدم بدم، خب نه تنها از این نیاز های پای عبور می کنه، بلکه از خیلی از آدم های دیگه هم جلوتر می افته. اگر اینو باور نکنیم، همین جایی که هستیم باقی خواهیم بود. من فقط یه جمله بگم، ببخشید. ما اون جامعه برای همه ما ثابته، اون پارامتر ثابته، ما تأثیری توش نداریم. پس من نمیتونم اون پارامتر ثابت رو عوض کنم، من میتونم پارامترهای دیگر رو عوض کنم. ولی باید ببینمش. ولی پارامتر، ولی من به نیروی انسانیم دوست دارم حالت به طور غیر مستقیم یاد بدم که مهارت نرم و سخت رو یاد بگیره، و من بعدها در نگهداری اون نیرو همیشه دچار مشکل بودم. من به نیروهایی هم که تونستم این مهارت نرم و سخت رو یاد بدم، از دستشون دادم. خوشحالم هستم از این مسئله، چون جایگاهش رو پیدا کرده و الان تو جامعه جایگاه های بهتری داره. اگر من این مهارت رو بهش یاد بدم، من الان ببخشید فقط یه جمله میگم، من بیشترین چیزی که به پرسنلم میدم، حالا حرف از شخصی شد، پولش نیست. من بهش یاد میدم چیزی. این یاد دادنه خیلی ارزش داره. بهش یاد میدم مهارت سخت. امیدوارم در کنارش بتونم، دو نفر از پرسنل من هم الان تو این جلسه نشستن، ضبطم میکنن که برام برای همکارانش پخش کنن. بتونن یاد بگیرن که مهارت های نرم رو هم باید یاد بگیرن. اگه اینو یاد گرفتی، ارزش تو جامعه، حتی تو این جامعه بالاتر میره، به اون منافع اقتصادیش میرسی. بله، بحث منابع انسانی بسیار بحث مهمی هست. واقعا یکی از بحثایی که توی سالهای اخیر شاید بگم پردغدغه ترین مسئله‌ای که همه شرکت‌ها، نه فقط شرکت‌های دانش‌بنیان بلکه غیر های تک ها هم دارن، در واقع بحث منابع انسانی هست. که در واقع فکر کنم جنبندی صحبتی که عزیزان فرمودن اینه که در واقع ترکیب دو تا عامل اصلی، همونطور که توی ارائه بحث شما هم بود به عنوان ارائه، در واقع به عنوان جهدهی به پنل امروز، این بود که هر دو عامل در واقع شرایط فیزیکی کار، شرایط اقتصادی یا شرایط رفاهی حاکم بر پرسنل در شرکت، و بعد هم آن چیزی که آقای دکتر گفتن، مسائل معنوی و بعد از اون برند سازمانی کارفرما، روی جذب بحث نحوه نگاه داشت منابع انسانی تأثیر میذاره. واقعاً مثلا ما تو شرکتمون نمیتونیم طوری که دکتر گفتن مثلا ساعت کار شناور داشته باشیم، ولی میتونیم. ما از قدیمی ها، حالا بستگی داره واقعا مخاطبان ما چه کسانی باشن. به خاطر همین من اول جلسه پرسیدم الان مخاطبان ما به طب فکر میکنم افراد هستن که صنایع های تک تر رو دارن. اولا که الگو برداری بکنند، اگر الان میخوان یه نقشه راه داشته باشن به صورت عملی کف دستشون که چیکار باید بکنن. چون ببین مثلا شرکتی مثل ما هم که 500 نفر نیروی بیمه شده داره، بوده 1000 نفر، 1500 نفر ترنوور داره تا بخواد مثلا این 500 نفر رو نگه داره. مجاری عملیاتیش رو واقعا بخوام به عنوان یه فردی که 14 ساله یه همچین شرکتی دارم بخوام بهتون بگم، باید ترکیبی از هر دو عامل باشه. یک، عوامل رفاهیات اقتصادی، بعضی وقتها بحث حقوق، بعضی وقتها بحث هر چیزی که میتونید تو ذهنتون متواتر بشه. میتونید بید یه نسخه عملیاتی رو از شرکت‌های موفق دیگه در بیارید. نه الزاماً هر شرکتی بزرگتر تا نیروهاش بیشتر پس پرسنلش راضی‌تر، اینطور نیست واقعاً. من میخوام تجربتون رو بگید. الان شما به عنوان یک مدیر
منابع انسانی شما در واقع نیروهایی که با شما کار میکنن، انسانهایی که با شما کار میکنن چقدر رضایت دارن، چه انتظاری دارن، شما چه انتظاری دارید و این و این معادله چگونه داره الان؟ بله، معادله خیلی سختیه، چند معادله چند مجهوله واقعا. اولا که واقعا شرایط حاکم بر اجتماع بسیار درش موثره. من از 14 سال پیش تا الان بخوام مقایسه کنم، واقعا شرایطی که ما تو سالهای قبل داشتیم نسبت به الان خیلی متفاوت بود. با بدتر شدن شرایط اجتماعی طی دو سه سال اخیر واقعا این بحث ها خیلی بدتر داره میره جلو، خیلی پیچیده تر شده. حقم دارن به حال اون چیزی که فرمودن، به خاطر شرایطی که داره تو جامعه پیش میاد و به هر حال نحوه تأمینی که ما میتونیم، حتی ما صنعتمون داروه بستگی داره، خب بعضی از صنایع شرایط خاص ما رو ندارن. مثلا تو صنعت ما، تو صنعت دارو کنترل کیفیت بحث بسیار مهمیه، تو صنایع زمخت و بزرگ و اینا حالا یکم کمتر. ما پرسنلمون هم باید کار صنعتی بکنن، هم باید خیلی با دقت و با کار کیفی با سوپروایزرهای کیفی دقیق این کار رو انجام بدن. به خاطر همین برای ما اون بحث آموزش بسیار مهمه. گوش به گوش به ما میرسید از نسل‌های گذشته که مثلا یکی از کارهایی که میکردن تو تایم نهار، مثلا توی سالن‌ها، حتی اگر واقعا انقدر وقت کمی داشتن، چیزهای آموزشی پخش میکردن برای کارگرها، برای پرسنل. خب ما تو شرکت خودمون بیشتر از 70-80% پرسنل بالای کارشناسی هستن، بنابراین خب اولا که خب قشر کارگری دیگه یه ذره بله واقعا چون تعداد افراد تحصیل کرده ما بیشتر شده. بعضی وقتا هم نه واقعا یه افرادی هستن که با تحصیل دانشگاهی دارن کارهای دستی انجام میدن، اونها هم بله کاملا درسته باید اقناع بشن از لحاظ روانی و ما بعد از فرصت‌ها، کارفرماها بعد از فرصت‌های بعد نسخه‌های پیچیده شده موفق صنعت رو یاد بگیرن. این میتونه ایجاد مزیت‌های رقابتی برای پرسنل شما باشه، میتونید با مزایای رفاهی حتی اندک کمک بگیرید از این قضیه، موارد کوچیک، موارد دلگرم کننده کوچیک. شاید گفتنش اینجا حالا با جملات آقایون خیلی سنخیت نداشته باشه، مثلا تولدای موردی، مثلا چه میدونم نگهداشت کیفیت مثلا غذا، سرویس، چیزای مثل این، واقعا اینها دیدم که خیلی اهمیت داره. بیمه‌های تکمیلی، بحث‌های مثل این، آموزش خیلی مهمه واقعا. و به قول آقای دکتر، ما همه نیروهایی که بیشتر آموزش میدیم زودتر میرن. این یه جور خوبم هست، بله، این نشون میده که نیرو جایگاه خودشو پیدا کرده، برای کارفرما خیلی خوب نیست، ولی نکته‌ای که هست اینه که به هر حال کار اون نیرو داخل سازمان میمونه تا یه مدتی و ارتباط مفیدش هم با سازمان نگه میداره، گرچه میره ولی بالاخره ارتباط با نیروهایشون که میرن ارتباط مناسب رو نگه دارید، واقعا قطع ارتباط کامل نکنید. یه مدیر HR مناسب داخل مجموعه سعی کنید واقعا داشته باشید. ما خودمون خیلی از این قضیه همیشه ضرر کردیم. خیلی جالبه، یه چیز جالب بهتون بگم، ما بهترین مدیران صنعت رو تو کارخونمون، تو شرکتمون همیشه داریم، همه رو معمولا گلچین میکنیم، ولی واقعا مدیر منابع انسانی خیلی خوب هیچ وقت نداشتیم، یعنی نتونستیم که داشته باشیم. شاید به شما بگم در عرض 2 سال، بعد اینجوری بگم اینجا جمعتون بزرگ، شاید 7 نفر همکار عوض شدن. خیلی بده، نشون میده که چقدر این علم داخل کشور ما محجوره واقعا. و اینکه بله، ما الان احتیاج به کارشناس اداری کارگزینی واقعا نداریم، این کارها اصلا به روش اتوماسیونی خود نرم افزارها این کار رو انجام میدن خیلی بهتر از افراد، حقوق دستمزد اینها، ولی این خیلی بده واقعا. نداشتیم. یه بخشش برمیگرده شاید به باز همون بحث فرهنگی ما که ما نداریم تو کشورمون. تو صنعت مثلا من الان توی خودم تو صنعت خودرو که بودم، این رشته رو باید تو دانشگاه شاید تدریس کنن، نمیدونم نداریم. حالا یه تجربه جالب بگم، تو صنعت خودرو که بودم مثلا 20 سال پیش، من اینو یادمه که مثلا واحد نگهداری تعمیرات، واحد مهندسی حتی میخواست یه کارشناس اگر استخدام بکنه، خیلی براش مهم بود که لیسانس مکانیک داشته باشه یا فوق لیسانس مکانیک داشته باشه، برداشت باشه، یعنی تخصص اونجا مهم بود. به منابع انسانی که میرسیدن، حتی مدیر منابع انسانی، این که میگم واقعا اتفاق میافتاد در بزرگترین صنایع خودرویی همین کشور، در بزرگترین صنایع این اتفاق میافتاد که میگفتن خب فلانی رو بذاریم اونجا، فلانی که مثلا یه پستی ازش گرفته شده، یعنی اصلا انگار مهم نبود. و این نه تنها در بحث منابع، در کلا در علوم انسانی در کشور ما در این سالها انگار که
تخصص مهم نیست. اقتصاد انگار که تخصص نیست. در نتیجه ما به جایی که یک نفر که اقتصاددان هست داشته باشیم یه جایی میریم یه نفر دیگه میریم. یعنی انگار اون به خصوص در علوم انسانی این تخصص مهم نیست و نیاز هست که ما یک رویکرد این گونه رو داشته باشیم. باید روانشناسی خوب بدونن واقعا. یعنی ما نداریم داخل مجموعه ها. من افراد خیلی بزرگی رو از لااقل صنعت خودم و دو سه تا صنعت مشابه خودمون تست کردم. واقعا لولشون اصلا توی چیزی نیستش که باید باشه. ما مدیران فارغ التحصیل شدن، یعنی الان تو صنایع هستن. پس شاید همکاراتون خیلی توی صنایع شاید فعال هنوز مشغول به کار نشدن. ته ماجرا خدمت شما بگم، کاری که انجام میدن بزرگترین افرادم که ما آوردیم به درد و دل پرسنل گوش میدن. آخه این اصلا چیزی نیستش که اچ آر بر انجام بده. میان مثلا پرسنل پیششون درد و دل میکنن. نهایتا یه چند تا علت اچ آر باید چه کار کنه به نظر شما؟ یه چند تا ببینید، اچ آر حیطه وسیعی داره. من خودم واقعا نمیدونستم تا چند سال پیش چجوری باید این مسئله رفتار بشه، ولی واقعا به نظر من یکی از خبره ترین روانشناسان باید باشن. نحوه منیجینگ هر، ببینید به تعداد نفر، شما اگه 500 نفر نیرو مثلا داخل سازمان داشته باشید، حتما 1500 تا رفتار مختلف تو اون سازمان میتونید ببینید. چون همین فرد صبح و ظهر و شب رفتارش با هم فرق میکنه، امروز و فردا با هم فرق میکنه، بعد از اینکه دچار یه چالش میشه با شرط دیگه فرق میکنه. شرایط افراد رو باید سنجش بکنن. مدیران اچ‌آر باید واقعا به روحیات افراد آگاه باشن. باید بدونن که داخل این سیستم بزرگ قراره چه اتفاقی بیفته، اونو هندل بکنن. ما مدیرا همیشه به فکر ایجاد محصولیم، به دنبال گسترشیم، به دنبال مشکلات مالیمونیم. پرسنل هم اونجا به هر حال اون توی اکوسیستم ممکنه متاسفانه سیکل معیوب قرار بگیرن، ممکنه بین خودشون هستن، نه فقط با کارفرما بلکه بین خودشون ممکنه به چالش های مختلف بر بخورن. ببینید این خیلی مهمه. به نظر من یه جایی که ما تو خانوادهمون هم معمولا توی بحث خانوادگی روانشناس های خانواده خیلی مد شده تو سالهای اخیر، ولی ما به این روانشناسا باید توی محیط کار واقعا داشته باشیم. خیلی واقعا حالا این موضوعی که گفتید در واقع ببخشید آیدو که فقط بگم که همه اینها درست، اما اون بخشی هم که به نظر من اون بخشی هم که اون منابع انسانی اون اچ آر گوش میده به حرف پرسنل، اونجا هم اتفاقا جای مهم نیست. خیلی مهمه. یعنی فراتر از این آره. نمیرن. یعنی شنیده شدن پرسنل بسیار مهمه. بفرمایید. فقط زمانمون خیلی کمه، یه جمع‌بندی داشته باشیم اگه دوستانم سوالی دارن بپرسن. نکته خوبی اشاره کردن. ببین تو کشور ما سازمان متولی منابع انسانی نداریم. خب یعنی چی؟ فرض بگیر در یک کشور اروپایی، حالا اسم نمیارم، کسی میخواد مدیر منابع انسانی بشه، اصلا فارغ التحصیل دانشگاه بشه، کمبریج، آکسفورد، هاروارد مدیر منابع انسانی نمیکنن. میگه شما موقعی که در واقع فارغ التحصیل شدی، خب بعد میای وارد در واقع دوره های آموزشی خاصی میشی که یک سازمان متولی داره به نام CIPD. خب CIPD در واقع شما رو تایید نکنه، شما نمیتونی کارشناس منابع انسانی بشی، نمیتونی مدیر منابع انسانی بشی. خب یعنی صرف این که من مدرک دانشگاهی دارم پس میتونم مدیر منابع انسانی بشم، نه. خب همینه، به این آسیب رسیدیم. خب در واقع من اتفاقا پیشنهاد دادم، گفتم این سازمانهای حرفه‌ای، این پروفشنال بادی ها تو کشور ما وجود بیاد و استقبال میکنم. نمیدونم اگه دوستان مسئولی اینجا هست که میتونه این کارو بکنه انجام بده. یعنی علاوه بر اون تخصص، اون مهارت سخت، مهارت نرم رو هم باید، حتی اون مدیر هم باید داشته باشه. این دو طرفه ببینیم. بله CIPD که شما میتونید وبسایتش هم برید ببینید، cipd.co.uk. خب در واقع داستانی که ما برگردیم به این که ما حتی مدیریت منابع انسانی ما هم نوآوری توش نبوده، کلا تو کل علوم انسانی ما نبوده. ما تو تکنولوژی نوآوری داریم، تو منابع انسانی شاید نوآوری کمه. ما الان صحبت میکنیم که بریم فرد به فرد با آدم ها صحبت کنیم، که نمیشه که یه شرکت 15000 نفر پرسنل داره، مدیر منابع انسانیش بره با فرد به فرد افراد صحبت کنه، اتاق سفید درست کنه. این کار نمیکنه که ما باید سیاست کلی اون نظام بالا رو درست کنیم.
من تجربه خودم میگم، من هیچ وقت با فرد به فرد افراد خیلی کم صحبت میکنم، مگه اینکه بحرانی پیش بیاد و تو باید اون سیاست بالایی رو درست کنی. منابع انسانی دیگه نباید ببینید تو فرد به فرد صحبت کنیم که حالا چجوری میت، مثلا منظور من چیه؟ مثلا من از هر گونه پوانی که به صورت موقت داده بشه مخالفم. این تو تکنولوژی که الان میگیم همه باوشن، خب طرف میفهمه این یه نوع بچه بازیه، یعنی تو عملا داری یه چیزی رو بی خودی میدی که فقط طرف رو مشغولش کنی. نه، من یه چیز دیگه میخوام بهش یاد بدم، میخوام بگم من چیزی که دارم به تو یاد میدم خیلی فراتر از این حرفاست. من میخوام به تو یاد بدم که یاد بگیری، بیشتر بخوای. من بیشتر خواستن رو یاد میخوام بدم. من همیشه به بچه ها میگم بیشتر خواستن رو از من یاد بگیرین، بیشتر بخواین از من، بیشتر بخواین از جامعه، بیشتر بخواین از همه جا، بیشتر بخواین، بیشتر خواستن رو یاد بگیرین، خودتون پیشرفت میکنین. یا من در جای شرکتم جایگاه نگهداری شما رو دارم، نگر میدارم، یا در شرکتم جایگاه نگهداری شما رو ندارم، میرین جایی بهتر از اینجا کار میکنین. ما باید کلیات رو ببینیم، نه باید جزئیات، نه باید بریم وارد سیستم از فرد مهمتر. از فرد مهمتر. شما به جای اینکه تک تک افراد رو بخوای درست کنی، باید بتونی یه سیستمی طراحی بکنی که اون سیستم در واقع بتونه شکل بده به این رفتار. آره، ما نخواهیم افراد رو باهاشون بازی کنیم، نمیدونم حالا بیا اینو بهت میدم، بیا اینو بهت میدم، بیا برو فوتبال دستی چیزشو بهت میدم، بیا این کارو بکن. خب اینا هستش، خودشون میرن، ولش کن، سوشالش خودش براش به دست میاره. بهتر از من میتونه سوشال جامعه سوشالش رو کنترل کنه تو این جامعه ای که به حال ما محدودیتای داریم، نمیتونیم اون تفریحات سوشالش رو براش درست کنیم. چیزی رو بهش بدیم که بهش بفهمونه که من خوبی اونو میخوام، من میخوام که اون رشد کنه. من این برام مهمه همیشه. پس اون سیستم مهمه آقای دکتر. اون سیستم حتی اگر در جامعه هم باشه خراب باشه، باید اون سیستم رو درستش بکنید. ببین دکتر کاراگاه، من جمع‌بندیم اینه که واقعا محیط رو جدی بگیریم. توسعه در هم تنیده با اقتصاد و پیشبینی پذیری است. این رو خواهش میکنم ما یه جا بپذیریم که توسعه حول یک اقتصاد درست شکل میگیره. تا وقتی که ما شرایط اقتصادیمون، تا زمانی که ما پیشبینی پذیری جامعهمون اتفاق نیفته، آدمهایی با فکر درگیر وارد سازمان ما میشن. ما نمیتونیم آدمی که فکرش درگیره، آقای دکتر میفرمایند جامعه برای همه ثابته، من کامل مخالفم. چرا؟ چون نسلی که آقای دکتر توش رشد کردن، جامعهی که توش رشد کردن، با جامعه‌ای که امروز داره جوان ما توش رشد میکنه متفاوته. دهه 60 متفاوت بوده، دهه 70 متفاوت بوده، امروز متفاوته. در نتیجه تا زمانی که فاکتور محیط رو کنار میذاریم اتفاقی نخواهد افتاد. مثل اقتصادمونه که رئیس بانک مرکزی رو عوض میکنیم، نه یه جای دیگر رو باید. یعنی باز همینجا میگه فرد اینجا مهم نیست، اون سیستمه که باید اصلاح بشه. در واقع AI جای شغلا رو نمیگیره، یادمون باشه. نه شغل، ببینید موردی اگه صحبت کنیم، آره یه پرسنلی که روش نکرده بیکار میشه، یه بیزنسی که روش نکرده بیکار میشه، ولی ترند جامعه حرکت خودشو داره. چون گفتم بشر با نیازش زنده است، با خاطر این نیاز هی درخواستا میره بالاتر. اگه قرار رو این اتفاق بیفته، گفتم از انقلاب صنعتی تا الان که 200 سال اتفاق گذشته، مدام این ربات ها که اومدن جایگزین نیروی انسانی شدن. بچه‌ها این اتفاق نیفتاده، این اتفاق هیچ وقت نمیفته. اینو خیالتون راحت باشه. حالا اگه فرصت بیشتر بود من میتونم براتون ثابت کنم که این اتفاق نمیفته. اما بل کیس ممکنه یه فردی روش نکنه، آره کاری که دیروز میکرده دیگه امروز به درد نمیخوره، اون آدم شغلش از دست میده، بیزنسی که روش نکنه دست میده، دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون نیاز جدید شرکت ها رو، یعنی نتونه خودش رو با نیاز شرکت ها وفق بده، بیکار میمونه. ولی این داستان مخالف نیست که ترند جامعه رو به رشده. اینو ما رو مقایسه کنید با مثلا 50 سال پیش، آیا ما همون آدمایی هستیم؟ نه، بسیار پیشرفته تر شدیم، سواد داریم، در حالی که تو این سال هم تکنولوژی اومده، فرایند اومده، دانش بنیان اومده. مطمئن باشین 20 سال دیگه کسی که میشینه جای من به کار من میخنده، میگه این آدم ببین چه نشسته این کارا رو کرده، چی زده. ولی باید بدونه که اون رو دوش من سوار شده، من باید این کارو بکنم تا 20 سال دیگه اون همین کاری که من الان تو این مدت کردم اون با 10% زمان باید بکنه. این ترند جامعه رو اگه در طول تاریخ، در طول زمان نگاه کنید، میبینه که رو به رشد بوده، این همچنان رشد خواهد کرد. آقای دکتر یه بخش دیگه سوالشون یه واقعیتی است که مهاجرت دارن میکنن، پرسنل دارن به دلیل
اتفاقاتی که در این جامعه میفته دارن میرن، با اون میخوایم چه کار کنیم ما؟ من تا چند سال پیش به پرسنلم میگفتم نرین، چون خودم از اون ور خوشم نمیاد. خودم من چون به حال همه من خودم تحصیلم خارج بوده و زندگی کردم و همه چی یاد داشتم، ولی من هیچ وقت از روزی که اولین پامو میذاشتم تو پله های هواپیما سال خرداد سال 1357 از خارج کشور بیزار بودم تا این لحظه هم بیزارم، چون همیشه یک خارجی ام تو هر جای دنیا که برم. اون زمانم چیزی نداشتم، الان اصلا برام مهم نیست اینکه حالا جامعه رو بگم. تو من سوال بگم جواب بدم که ما عنصر ثابت جامعه رو در زمان گفتم، در طول زمان نگفتم. عنصر جامعه در حال حاضر برای همه شرکت‌ها ثابته، در طول زمان نیست. به عقیده من انسان، حالا من شرایطم اینجوریه، من همیشه اینجوری تعبیر میکنم، میگم خواستن و بیشتر خواستن به من توانایی میده. من همیشه میگم فرصت‌ها دور و بر آدم مثل دکتر ببخشید اجزه... من قطعتون کنم فقط اینجا ببخشید. این که من به یکی بگم نرید در واقع چیزی است که امروزه این ماها در جامعهمون رو می‌بینیم. ما نمیتونیم به دیگران دستور بدیم که چه کار بکنن، ما باید فضا بدیم دیگران انتخاب بکنن. ما نمیتونیم با این که بگیم نرید آنها نرن، آنها میروند، ما میخوایم چه کار بکنیم. این یک پارادایم شیفت است که ما مدیران هم باید در ذهنمون ایجاد کنیم. ما با دستور دادن نتونستیم، نه واقعیتش این نتونستیم جذب بکنیم، بلکه دفع شدن. تا کی میخوایم دستور بدیم؟ من البته دستور ندادم، مشورت با هم میکردن میگفتم. تو خانواده هم اینجوری بود، البته الان دیگه برعکسش شده، میگم تا اونجا که میتونیم برین نمونید، چون که واقعا شرایط خیلی سخت شده. بس شرایط جامعه سخته. من میخوام اینو بشنوید. در اینکه شکی نیست، من که نگفتم انکارش نکنیم. انکار که من نکردم، من میگم اون جامعه اون پارامتر ثابته، من به عنوان مدیر نمیتونم کاریش بکنم. نه اینکه وجود نداره، خب هممون به چش داریم میبینیم. ببینیمش که هست و حق بدیم به پرسنل که آقا وضعیت خرابه، انگیج نیستی و ببینی. نه تقصیر تو نیست. گفتن مشکل چیزی رو حل نمیکنه. صورت مسئله ولی دیدنش آفرین. دیدنش همه داریم میبینیم. اون که راه حل بدیم حل میکنه. من مشکل دیدیم همه میبینیم. من راه حلم برای پرسنلم اینه. من همیشه میگم آنچه که شما رو میتونه رشدش جایگاه تو چیز کنه، حالا اگه موندی تو این مملکت، اگه بری که من کار ندارم، اگه میخوای تو این مملکت بمونی باید به این چیزی که من میگم گوش کنی، توانایی تو بری بالا، بیای جزء اون جامعه بالاتر. من فقط همین رو میتونم بگم. متشکرم، ممنونم، چون وقتمون تموم شده. فقط یه نکته رو اشاره کنم. ببین اینکه میگم بیکار میشم، بیکار میشن، بیکار نمیشن. بذار مثال خنده دارشو خدمت شما بگم، خنده داره واقعا. سال 1974 مدیر کل ثبت اختراعات و اکتشافات یک کشور بسیار پیشرفته استعفا داد. استعفا نامش هم تو موزه در واقع مرکزی در واقع پایتخت اون کشور نگهداری میشه، میتونید برید ببینید. تو متن استعفا نامش نوشته تمام اون چیزایی که باید اختراع میشد اختراع شد، تمام اون چیزایی که باید کشف میشد کشف شد، تمام اون چیزایی که باید ابتکار عمل میشد ابتکار عمل شد. من استعفا میدم، واقعیه ها، جوک نیست. شما میتونید مسئله استعفا نامه‌شو در واقع تو اون کشور اروپایی ببینید. بنابراین قطعاً به شما بگم بیکاری اتفاق نمیفته. موبایل که اومد چقدر شغل ایجاد کرد دوستان، هزاران هزار شغل. خب پس بیکاری اتفاق نمیفته. نگران AI نباشید. الان یه تصویر از AI هم بهتون نشون میدم که چطوری توی شغل‌های جدیدی به دست میاد که ما باید مهارت‌های نوینی براش ایجاد کنیم. بله، بهتون نشون میدم هوش مصنوعی چطوری وارد HR شده الان. تصویرشو بهتون نشون میدم. بله، مرسی. تو تمام سازمان‌ها ما خب یه مدیران عالی داریم، یه مدیران میانی. منی که به صورت پیش‌فرض مدیر میانی هستم، یک تیم دارم که به من اختیاراتی داده شده بتونم تیمو راهبری کنم. از نگاه من میگم ما باید تفکر راهبری رو تو سازمان ها جا بندازیم، واژه و برچسب مدیریت رو برداریم. مدیران عالی میگن نه، تو مدیری و تو باید به عنوان یک مدیر خودتو پوزیشن کنی که بتونن بچه ها حرف شنوی ازت داشته باشن. حالا این چالش من نیست، چالش چیه؟ من خودم معتقدم هر کسی به عنوان یک مدیر میانی حالا یا عالی باید بتونه نوآوری تیم ورکی رو به نوعی بتونه توسعه بده. خب یه محدودیتایی هست، من روی کردی رو اجرا میکنم، بالاترها مخالفت میکنن، پایینترها چون در سازمان و نیروهای قدیمی تر هستن میگن مثلا بابا دلت خوشه فلان سازمان ما همچین کاری رو انجام نمیده. چطور میشه این بحث آینده که شما فرمودید به آدم ها بدیم که خودشون رو کشف کنن و تجربه کنن رو با تجربه این که از مدیر بالا و خود پرسنل در دل خودشون شکل میره رو بشه مدیریت کرد؟ شما ساختاری که دارین ساختمان عمودیه،
بله. تو ساختار عمودی ما نوآوری وجود نداریم. ما ساختار فلت دوست داریم. ما در ساختارهای پرسونلی در حال حاضر ساختار فلت رو میخوایم. نوآوری تو ساختارهای افقی شکل میگیره، نه تو ساختارهای عمودی. ساختار عمودی اون بالایی تصمیم میگیره پایینی چیکار کنه. تو ساختار افقی هر کسی تصمیم میگیره چیکار کنه. نوآوری تو ساختارهای افقی به وجود میاد، نه تو ساختارهای عمودی. شما ساختار مدیریتیتون عمودیه. بفرمایید بعد این آقا بگن. خیلی زیادم این فیلد و رشته رو دوست دارم و 22 سالی که دارم کار میکنم. یه جمله‌ای رو خانم دکتر فرمایش کردن در خصوص اینکه یه چند نفری اخیراً اومدن شرکتشون و در واقع خب خیلی زودم رفتن. یه نکته مهمی که توی حوزه منابع انسانی مهمه و حالا اینجا هم یک سری مدیران حضور دارن، هم یک سری مدیرانی هستن که در واقع صاحب بیزنس هستن، باید به این نکته توجه داشته باشیم که هم سازمان نیاز به این داره که به موضوع سافت اسکیل ها توجه بکنه، هم آدم های تصمیم گیر سازمان بایستی این قضیه رو در خودشون تقویت بکنن و هم حوزه منابع انسانی از اون حوزه هایی که در واقع اون چیزی رو که تو زمین کشت میکنی خیلی زود نمیتونی برداشت بکنی. بایستی فرصت بدیم به سازمان ها و صبور باشیم برای اینکه اگر راجع به یه فرهنگی قرار هستش که اقدام بکنیم، اون قرار نیست که خیلی زود به ما جواب بده. خیلی اتفاقا بایستی توی اون سازمان بیفته تا اینکه در واقع بخواد یک جریانی عملیاتی بشه. من اینو صرفا از این جهت عرض کردم به خاطر اینکه خیلی وقتا وارد سازمان ها میشیم و همه موارد و مسائل و موضوعات رو از حوزه منابع انسانی انتظار دارن. این در حالیه که ما در تعریف مدیریت هم در واقع یکی از المان هایی که به مدیران سایر دپارتمان ها میسپاریم اینه که بتونن پیپل منیجمنت داشته باشن. ما وقتی پیپل منیجمنت رو صرفاً از یک واحد انتظار داریم، خب قاعدتاً نمیتونیم سایر مسائل و موضوعات دیگر رو در تحت شعاع بگیریم. کاملاً موافقم. حالا ما توی کارگاه‌های مدیر در نقش کوچ و منیجر از کوچ این رو حتماً ذکر می‌کنیم که اتفاقاً مدیران غیر منابع انسانی باید مدیر منابع انسانی باشن. یعنی باید این مهارت‌هایی که حالا مثلا مهارت‌های کوچینگ رو می‌گیم، باید مدیران غیر منابع انسانی هم بدونن. یعنی یکی از نقش‌هاشون، اگر مدیر فروش هستی، اگر مدیر تولید هستی، غیر از مدیریت فروش و مدیریت تولید، یکی از نقش‌هات هم نقش مدیریت منابع انسانی است و باید مهارت‌هایی رو بلد باشی که بتونی این کار بکنی. یعنی در واقع این چیزی که شما میگی این میشه که یک بخش خود مدیران باید هم مهارت‌های نرم و سخت رو بلد باشن، یک بخش فضای ایجاد کنن که پرسنل هم این مهارت‌ها رو در خودشون توسعه بدن. یعنی دو طرفه این اتفاق بیفته و فقط هم نقش رو و انتظار رو از مدیر منابع انسانی نداشته باشیم. همه باید مدیر منابع انسانی و زمان بره. بله، تغییر رویکردها، تغییر رفتارها چیزی است که نیست که یک شبه اتفاق بیفته. همه این مهارت‌های نرم و اینها چیزی است که در بستر زمان و اتفاق میفته. بفرمایید شما هم سوالتون رو بفرمایید. ببخشید من اینور یه سوال داشتم. بله، آخرین سوال دیگه. اینورم هست یه نفر. دیگه زمان نیست دیگه، ایشون گفته بودن. ببخشید چون عذر میخوام، حالا بعداً بپرسید خصوصی چون زمان دیگه نداریم. معذرت میخوام ازتون. سلام عرض ادب و تشکر از اساتید گرانقدر. به عنوان تجربه شاید دهه قدم عرض میکنم، به عنوان کسی که 14 15 ساله دارم تو دانشگاه، با دهه 70 80 دارم کار میکنم و کسی که مشاور کسب و کار بیزینس کوچ هست الان در کسب و کارها، چند تا نکته این که یکیش مدیران ما موزلی که ما الان داریم که منابع انسانی به عنوان هزینه نگاه میکنن، نه حالا سرمایه، نه انسان. حالا این دو تا فهمودن که سرمایه نیست. من میگم ای کاش سرمایه لااقل بدونیم حالا اونجا بماند. نکته دومی که ما سعی کنیم، اتفاقا دیروز یه جلسه مصاحبه استخدامی داشتم، ما مدیران ما تفکرش اینه که باید مهارت و استعداد رو استخدام کنن و این به نظرم اشتباه است. ما نگرش و شخصیت رو باید استخدام کنیم. مهارت میاد، استعداد رو میتونی در اول و الاخر. و یه نکته دیگه که خیلی وقتا مدیران ما اینا دقیقاً بر اساس تجربه کیس تو کیس دارم عرض میکنم، تصورش اینه که وقتی به بحران و مشکل میخورن اولین کار تعدیل نیروه. یه نکته خیلی مهم اینه که ما یاد بگیریم کلمه کاست منیجمنت، مدیریت هزینه، معنای درستش یعنی این که هزینه ها رو اونقدر بیار پایین که زیان نکنی. مشکلی که ما داریم دقیقاً اینه که طرف احساسش اینه که اوکی من منابع انسانی بذارم کنار، نیرو بذارم کنار و حالا برم کار دیگه انجام بدم. خیلی متشکرم، ممنونم. چون زمان دیگه تموم شد چیزی می‌خواستید؟ بله.
من فقط ببخشید یه جمله بگم که ما معمولا در ساختارهامون همیشه باید بفهمیم کجا مشکل داریم و اگه مشکل داریم راه حلمون کجاست. ما معمولا اینو تجزیه تحلیل نمی کنیم. چرا؟ چون آقای مدیر اون شخص اصلی اثر انگشت تو تمام شرکت هست و اون اثر انگشت پاک نمیشه. متوجه منظورم میشی؟ اون آدم تصمیم گیره تو خصوص تو ساختار عمودی. درست شد؟ بنابراین ما مشکل رو میبینیم. مثلا خانم فرمودن تو شرکت 500 نفره ترنوور 1500 نفر دارن. یعنی چی؟ یعنی در یه شرکتی 1500 نفر میان، 1000 نفر میان، 500 نفر میمونه. این خب نشون میده تو منابع انسانی مشکله. ولی خب این مشکل آقای مدیر باید متوجه بشه که بعد بتونه حلش کنه. این خیلی مشکله. من که مثلا تو مثلا این ترنوور خیلی بعد دیگه متوجه من از این خیلی اصلا ما حالا هر جونم نیرو از دست بدیم نباید اینقدر دست بدیم که ما باید اون آقای مدیر متوجه بشه که آقای اشکال داره بریم دنبال اشکال. یعنی آقای تویر مسئله اصلی اگه خط تولیدمون یه جاش ایراد بشه زود میپریم درستش میکنیم، ولی نگاه نمی کنیم که آقا چرا تو شرکت ما اینقدر ترنوور داریم. متوجه شدی؟ اینو نگاه نمی کنیم، این اشکال رو نمی بینیم، در حالی که این خودش اشکال بسیار بسیار بزرگی. اینجا هم به نظر میاد یک مهارت نرمه که حل مسئله، یکی از مهارت‌های نرمه و تو حل مسئله این که من بتونم متوجه بشم که مسئله اصلی چیست و اونو حلش. بله. دوستان. دقیقاً. من یه جمله خیلی این جمله ها همینجوره. یه جمله میشون بگم که دیگه حسن ختام آرش کله من رو میکنه زود بشه. شما جمله آخر بگید. از خواهی میکنم سه تو تفکر سیستمی باید داشته باشه. بله. فقط یه نکته رو خدمت عرض کنم. خانم بهمنی تقدیر داریم، بفرمایید. عجله نکنید. ببینید خواستم در واقع مدیریت منابع انسانی جدید رو نشون بدم. در واقع مدیریت منابع انسانی جدیده. خب آره. ببینید اتفاقی که تو دنیا داره میفته اومدن در واقع نه این تصویرها رو به آدم ها نشون بدیم. دکتر ما یک دقیقه نهایت داریم. یه دقیقه. نه اومدیم این تصویر رو نشون بدیم. این تصویرها رو تشریح کردیم. توضیح دادیم به آدم ها. گفتیم ببین یه همچی چیزی هست. و یه همچی چیزی هست. بعد با دستگاه FMRI که یه دونش رو تو در واقع دانشگاه تهران خوشبختانه داریم. خب سیگنال های مغزی اینا رو گرفتیم. دادیم به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی اینها رو به ما نشون داد. یعنی من خیلی واردش نمیشم ها. خب چیزی که باور نکردنیه. خب چیزی که در واقع باور نکردنیه. یعنی ما الان تو خدمت دوستان گفتم پژوهش میکنیم که در واقع کدوم نیازها امروزه در واقع یاد نمیگیریم، نمیدونیم. از قدیم گفتن شنیدن کی بود؟ ماننده؟ دیدن. دیدن. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر.